ایالات متحده با هدف تقویت ائتلاف جهانی علیه گروه سنی‌های تندروی داعش روز دوشنبه اعلام کرد که 148 میلیون دلار برای تأمین امنیت مرزی و عملیات‌های ضد تروریسم در مناطق جنوب صحرای بزرگ آفریقا و آسیای مرکزی اختصاص می‌دهد. این اقدام بخشی از تلاش‌های مداوم این کشور برای مقابله با تهدیدات تروریستی و حمایت از کشورهای آسیب‌پذیر است. توجه شما را به گزارش همکارم در این زمینه جلب می‌کنم. ایالات متحده به منظور تقویت ائتلاف جهانی علیه گروه سنی‌های تندروی داعش روز دوشنبه اعلام کرد که 148 میلیون دلار برای تأمین امنیت مرزی و انجام عملیات ضد تروریسم در مناطق جنوب صحرای بزرگ آفریقا و آسیای مرکزی تخصیص داده است. این ائتلاف که در سال 2014 به منظور کمک به نیروهای محلی برای بازپسگیری اراضی تصرف شده توسط گروه سنی‌های تندروی داعش در عراق و سوریه تشکیل شده، در تلاش است تا همکاری‌های بین‌المللی را برای مقابله با تهدیدات این گروه گسترش دهد. آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده همچنین از اختصاص 168 میلیون دلار دیگر به یک صندوق امنیتی خبر داد که به منظور حمایت از عراق و سوریه ایجاد شده است. بلینکن تأکید کرد ما همکاریمان را علیه شاخه های داعش در خارج از خاورمیانه تقویت خواهیم کرد. اگرچه آمریکا با این گونه نمایش ها تلاش دارد ثابت نماید که اقدامات این چنینیش نشان دهنده عزم این کشور برای مقابله با تروریسم و تأمین امنیت در مناطق آسیب پذیر است، اما با فضای مملو از بی‌اعتمادی در سطح جهانی همراه است. بسیاری بر این باورند که آمریکا خود به نوعی در ایجاد و تقویت گروه سنی‌های تندروی داعش نقش داشته است و به همین دلیل عزم واقعی این کشور برای مبارزه با این گروه را جدی نمی‌دانند. آمریکا مدعی است که تلاش‌هایش در راستای تقویت همکاری‌های بین‌المللی و حمایت از کشورهایی است که با چالش‌های جدی از سوی گروه‌های تروریستی مواجه هستند، تا در نتیجه این تلاش ها ثبات در این مناطق ایجاد شود. اما همچنان سایه تردیدها بر سر این اقدامات وجود دارد. سید عبدالله جوادی، کارشناس مسائل سیاسی و استراتژیک، از تهران پیرامون این گزارش با ما همراه هستند. آقای جوادی سلام. با توجه به اعلام اختصاص 148 میلیون دلار توسط ایالات متحده برای مبارزه با داعش در آفریقا و آسیای مرکزی، برخی تحلیلگران معتقدند که نقش آمریکا در ایجاد گروه‌های تروریستی همچنان محل بحث است. به نظر شما این اقدامات تا چه حد میتواند به تقویت امنیت منطقه کمک کند و آیا این میزان کمک مالی برای مقابله با تهدیدات تروریستی کافی است؟ بسم الله الرحمن الرحیم. جناب حسینی، بنده هم عرض سلام و ارادت دارم خدمت حضرت عالی و همکاران محترم و بینندگان عزیز این بخش خبری. همونطور که در گزارش هم دیدیم، بنده هم نکته رو اشاره میکنم و نتیجه گیری کنم. ببینید، مقوله‌ای مثل داعش و بازی‌های از این قبیل، ببخشید، نهایتاً ماهیت اقتصادی داره. همیشه طبقه بندی سری و به کلی سری حاکم بر این موضوعات توسط صاحبان پول و قدرت که در دنیا به صورت نقش اصلی هستند و آمریکا و اسرائیل و کشورهای دیگه هم به عنوان کارگزاری از این مجموعه، معمولا لایه‌های گمراه کننده زیادی دارن. در مناطق معمولا مسلمان نشین این اتفاقات افتاده که کم سوادتر و با فقر ثروت و فرهنگ با توجه و تکیه به مذهب هستن و به نظرم به نوعی این حرکت‌های مثل داعش بازاریابی یا مارکتینگ برای صاحبان ثروت و قدرت اصلی. داعش که قبلا عرض کردم شرکت سهامی بود که برخی طرفین درگیر در آن سهامدارش بودند. به دلیل وابستگی به این قدرت‌های اصلی، این تیغ‌کشی‌ها طبق سناریو نقش رو برای داعش و دیگران تعیین کردند. معمولا و متاسفانه نتایجی به دست آمده که
منجر به کشتار بیگناهان هم شد و از نتایج دیگرش هم این بود که چهره خشنی رو از اسلام و بیرحمی آدمکشی به منصه ظهور آورد که کشورهای مسلمان هم به دلیل تعهد ایجاد منافع نقش قابل توجهی داشتن. بله. نقش محوری آمریکا بفهمید. بله. به عنوان مؤسس اصلی این جریان که طبق اظهارات خانم کلینتون و اظهارات صریح ترامپ صورت گرفت و با همراهی اسرائیل و سایر کشورها با دفع ناقص داعش فعالیت‌های مخفیانه و زیرپوستیشون در جاهای مختلف ادامه پیدا کرد و احتمال میدیم که این سناریو در آینده نزدیک قرار اجرا بشه، سناریوی جدیدی که نیروهایی در مناطق مختلف ایجاد درگیری و جنگ کنن و با توجه به نقش اصلی پدری و مادری آمریکا برای حمایت از این گونه نیروها به روش‌های مختلف انجام بشه و میتونیم قسمتی از این مصوبه 148 میلیون دلاری رو آمریکا احتمالاً جهت این حمایت از نیروها و سازماندهی جدید در قسمت صحرای بزرگ آفریقا، جنوب صحرای آفریقا و آسیای مرکزی که شاخه‌های مهمی از داعش رو در اونجا داریم انجامه. واقعاً باعث تأسف و ناراحتی است که این فتنه ها قصد نابودی و اختلاف و تضعیف مسلمین رو با تفکرات رادیکال و استفاده از جهل فرهنگی مقدسی که در بعضی از جاها هست و در مناطق معمولا فقیر و ناتوان صورت میگیره. به نظر من باید این کمک رو با نه با دید مثبت بلکه با بدبینی باید ارزیابی کرد و منتظر حرکت های ویرانگر بعدی بود. بله. ممنونم. ممنونم جناب جوادی. با تشکر از سید عبدالله جوادی، کارشناس مسائل سیاسی و استراتژیک از تهران که پیرامون این گزارش دعوت ما را پذیرفتند.